در این اردوی 9 روزه 14 نفر ورزشکار به همراه 4 مربی به مرور آخرین تاکتیک‌های این ورزش می‌پردازند. در واقع حجم تمرین رو آوردیم بالا با فشار بیشتر و بیشتر روی بازی در واقع و اون تاکتیک‌هایی که داریم توی مسابقات داریم تمرین می‌کنیم و بعد از هر بازی هم در واقع اواخر روز آنالیز بازی رو داریم. این ورزشکاران قراره در مسابقات جام ملت‌های آسیا که از 22 تا 30 تیر ماه در تایلند برگزار میشه حضور پیدا کنیم. الان حدود 6 اردو هستش که ما در سال 98 داریم میگذرونیم. خوشبختانه با برنامه‌ریزی که مربی ما انجام دادن تونستیم تمرینات پرفشار و منظمی رو داشته باشیم. اردو خیلی فوق‌العاده است، هم میزبانی خوبه. اردو بچه‌ها خوشبختانه از سطح آمادگی جسمانی خیلی بالایی برخوردار هستن. انشاءالله با آنالیز مربی از رقیبای سرسختی که داریم بتونیم شکستشون بدیم. اردوی آخر چون اردوی نزدیک به اعزاممون هست، مسلماً لحاظ بازی و آماده جسمانی هم بچه‌ها در فشار بالایی هستن. تیم قزاقستان که در جام جهانی شرکت کرده، ما بازی‌های قزاقستان رو دیدیم و آنالیز کردیم. بچه‌ها کاملاً شناخت دارن، ولی خب یه سری تیم‌ها هستن که برای اولین بار دارن شرکت می‌کنن. خب طبیعتاً روی اونها شناخت زیادی نداریم. حضور تیم ملی هاکی بانوان اولین حضور این تیم بعد از 8 سال در عرصه مسابقات بین‌المللی است. تیم ملی هاکی بانوان کشور 20 تیر ماه تهران رو به مقصد تایلند برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا ترک می‌کنند.